ما مبارزه نمی کنیم، ما محافظه کاری می کنیم، ما می خواهیم انقلاب رو حفظ کنیم. این غلطه. ما باید مبارزه کنیم، بریم جلو. گل نزنی گل می خوریم. طرحی باید بریزیم، ادبیات کاملا باید عوض بشه. ادبیات ما دفاعی، این غلطه. ادبیات ما باید تهاجمی باشه. ما اگر برای ریشه‌کن کردن سلطه صهیونیست تو جهان اقدام کرده بودیم، الان مجبور به دفاع از انقلاب خودمون نمی‌شدیم. ما الان باید نقشه مبارزه بریزیم، نقشه ایجاد تحول داشته باشیم، شعارهای تحولی داشته باشیم، نه شعارهای دفاعی. ما باید مطالبه گری بکنیم سر موضوع ولایت فقیه، که چرا فلان رهنمودهای ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد، چرا اونا رو بریم پاش وایسیم. خب وقتی که اینجوری نیست، اون میاد به تو هجمه میکنه یه جوری که تو باید از اصل ولایت فقیه دفاع کنی. بگی بابا اصل خوبیه. اصل خوبیه یعنی چی؟ من از این بالاتر حرف دارم. من خیلی کم میبینم تو محیط دانشگاه یه گروهی مبارزه کنن برای انقلاب. ما با اساتیدی که خیلی غرب‌گرا هستن به عنوان موانع پیشرفت برخورد نمی کنیم، مطالبه گری نمی کنیم. ما نمیگیم که ببین یا این حرف غلط رو نپذیر یا این حرف یا رفتار غلط رو انجام نده، چون ما عقب میفتیم. ما نباید عقب بیفتیم، ما باید دائما جلو بریم. تو داری سرعت ما رو کم میکنی. شما انتخابات به صورتی که احزاب بیان برای ما آدم تعیین کنن ما رأی بدیم و تو فضای دو قطبی رو قبول دارید؟ اگه قبول ندارید بزنید برید جلو. این فضا باید شکسته بشه. شما روزنامه‌های حزبی رو قبول دارید که روزنامه‌های حزبی نارضایتی تو مردم پمپاژ می‌کنن؟ خب تجمع نکردی جلوی روزنامه‌ها، روزنامه‌ها رو ببندی؟ تجمع می‌کنن جلو مسجدت، مسجدتو می‌خوام ببندن. بله دیگه. چرا؟ چون روزنامه‌هایی هستن مدام دارن نارضایتی پمپاژ می‌کنن. روزنامه اینوری باشه اونوری رو حسنشو نمیگه، روزنامه اونوری باشه اینوری رو حسنشو نمیگه. مردم توی همچین فضایی ناراضی میشن. این نتیجه حداقلشه. شما اصلا اینا رو باهاش نمی‌جنگید. خب همونایی که ناراضی شدن میان با تو می‌جنگن. بعد تو میگی عجیبه، چرا نمی‌بینی این خوبی‌ها رو؟ میگه کی نشون داده؟ همین دولت موجود، مطالبات رهبری از این دولت موجود چی هست؟ گذاشته شده رو زمین. رئیس جمهورم میخواد، وزرا و بدنه نمیتونن. باید با فریاد ما تکون بخورن. اگه با فریاد ما تکون بخورن این مشکلات هم همین مشکلات هم حل میشه. الان شما خبر دارید که برنامه ریزان درسی آموزش پرورش کیا هستن؟ شما مگه دغدغه جواب به شبهات اینا رو ندارید؟ گروه بگذارید اشکالات آموزش پرورش رو ببینید. باید شما مطمئن بشید نسل بعدی که میخواد تربیت بشه اینا این شبهات براش پیش نیاد. شما باید شهر رو به هم بریزید. شهر رو به هم نریزی اوضاع همینه. حوزه علمیه به مساجد بگیم به همین آقایون برای امسال تا پایان سال چند درصد یک امام جماعت تراز رو در مساجد محقق میکنی. امام جماعت تراز چیه؟ دفتر بگذاره اونجا، هر کی از هر اداره ای مشکل داشت بیاد اینجا بگه. مقام معظم رهبری فرمود طلبه ها و روحانیون سه تا مسئولیت دارن: تعلیم دین، هدایت سیاسی، رفع مشکلات اجتماعی مردم. سه تا. چند تا مسجد اینجوریه؟ یا مطالبه ماست. و این وقتی ما این مطالبه رو نمی کنیم، خب آخونده جلو چشم مردم میان پایین دیگه. ببینید من میگم، من طرحم اینه، میگم اصلا حالت دفاعی به خودتون نگیرید، مطالبه گری کنید برید جلو. مطالبه گریتون از چه جنسی باشه؟ از جنس نشون دادن آینده، نه از جنس نشون دادن اشتباهات گذشته. مثل این که به جای این که به فرماندار بگی اینجا اختلاس کردی، بگی چرا جلسه هفتگی با نخبگان شهر رو برگزار نمی‌کنی؟ اصلا خود به خود ریشه اختلاس هم زده میشه. یعنی تو طرح داری برای شیوه حکمرانی برای آینده.